به نام خدا. سلام دوست گلم، کنفچیان هستم عزیزم. میخوایم امسال با هم دیگه کتاب ریاضی سوم رو حسابی روش کار کنیم، کلی هم از ریاضی یاد گرفتن لذت ببریم. خوب هستی شما؟ چه خبر؟ آفرین آفرین. یه سری از دوستای گلم میبینم که کاغذ و قلم آوردن، چه خوبه بقیه دوستامون هم این کار بکنن. بچه‌ها کلاس ریاضیه دیگه، شما که ماشاءالله بزرگ شدی. خیلی خوبه قبل از اینکه بعضی موقع من مثالا رو حل کنم، شما قبلش یه بار فیلمو نگه دارین، منم جوری متوقف کنید، بعد یه جوری نگه دارید که من از گردنم درد نگیرم، مثلا صاف باشم، نگه دارید فیلمو، بعد شما هم حل کنید، بعدش با هم دیگه حل کنید. آفرین آفرین، مرسی که رفتی کاغذ و قلم بیاری عزیزم. خیلی خوب، امروز عزیزم می‌خوایم در مورد حل مسئله به روش الگویابی صحبت کنیم. راستی کلمه الگو برات آشنا نیست؟ پارسال که حسابی روش کار کردی. الگوها تو زندگی ما هم هستن ها. من الگوها تو زندگی ما هم هستن. مثلا کجا به نظرتون بچه‌ها؟ یه چیزی بگید که تکرار بشه مشابهش. آفرین. این دوست گلم میگه فصلا، بهار، تابستون، پاییز، زمستون. آفرین. خب بگو عزیزم چرا آروم میگی؟ من نمیشنوم. آفرین. میگه روزای هفته. بله، هی هفت و هفت تکرار میشن. اینا این الگوهای تکراری هن. یه الگوی جالب دیگه هم تو آسمون هست. کجا؟ همون ماه خوشگل که تو آسمون میبینیمش. بچه ها اوایل ماه قمری ها، مثلا مثل ماه رمضون، این ماه کوچولوه، بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه، بعد دوباره بعد که بزرگه کوچولو میشه کوچولو میشه کوچولو میشه، این تکرار میشه، اینم یه الگوه. هر ماه همین داستان تکرار میشه. خب میخوایم ببینیم بچه ها شکل بعدی کدومه. آفری به اون بچه هایی که فیلم رو نگه داشتن، میخوان خودشون فکر کنن. خب عزیز دلم، شما چجوری میخوای جواب بدی؟ میخوایم ببینیم شکل بعدی چه. آفری. اون دوست گلم میگه من میخوام فیلم رو میخوام شکل رو با شکل الگوی بعدی رو پیدا کنم. خب عزیزم میخوایم ببینیم تو هر دفعه، آفرین، میگه یه ردیف بهش اضافه شده، این دفعه یه ردیف اضافه شده، یه دونه یه حرف، یه ردیف این پایین اضافه شده. درست میگه، آفرین، خوب دیده شکلو. میگه این همین بالا از یه ردیف این پایین اضافه شده، پس بعدیش همون شکله باید باشه. یه ردیف باید به پایینش اضافه بشه. خب یه ردیفش حتما اینجوری میشه دیگه. چند تا اضافه شد بچه ها؟ اینجا چند تا بوده؟ 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4، 6 تا و 4 تا، 10 تا. عالیه، آفرین آفرین. ولی به نظر من میشه یه جور دیگه هم اینو حلش کرد. بعضی از دوستامون هم دارن آروم میگن ها. از روی تعدادشون بچه ها چه جوری؟ نگاه کن عزیزم، این یه دونه است، این 3 تاست. میخوایم بین عددهای الگو پیدا کنیم عزیزم. این چند تاست؟ 6 تا. این چند تاست؟ 10 تا. میخوام این 10 تا جور در میاد با الگویی که ما پیدا میکنیم عزیزم. نگاه کن این چند تا زیاد شده. آفرین. 2 تا. این به اضافه 2 شد. این چند تا زیاد شده عزیزم؟ آها، به اضافه 3 شده. این چند تا اضافه شده؟ آها، به اضافه 4. بچه بین خود الگوها هم یه الگوی وجود داره، یه الگوی 2 مرحله‌ای. نگاه کنید، به این 2 تا یه دونه اضافه شده، به این 3 تا یه دونه اضافه شده، شده 4 تا. آها، ای گفتیم بچه شکل بعدیم چه چند تایی؟ آفرین. این 4 تا اضافه شدن، یکی بعد بهش اضافه شمشه 5 تا اضافه شدن، چون اینا دارن یکی یکی زیاد میشن دیگه، 2 مرحله‌ایه، الگوها دارن یکی یکی زیاد میشن. اگه این 10 تاست، بعدش 15 تاست. آفرین عزیزم، خیلی خوبه. این یکی رو نگاه کن دوست گلم، هم از اون شکل میتونیم تشخیص بدیم، این همون چیزی که اون دوستمون گفت. بله، اینجا هم میشه. آفرین، ایده خیلی خوبی. از رو شکل ببینیم که یه دونه است، بعد 2 تاست، بعد 3 تاست، مربع دیگه عزیزم. حالا بعد بشه زلعه چند تا؟ این زلعه، آه، این دوست گلم گفت من کلمه زل برام آشنا نیست،
عزیزم تو سال دوم خوندیم با هم دیگه، گفتیم هر کدوم از اینا رو میگیم یه زل. نگاه کن این یه زل، این یه زل این مربعه. اگه من مثلا یه مثلث بکشم این یه زل اشه عزیزم. یه چیز دیگه هم داشتیم کنار زل، آفرین، گوشه. به اینجا، اینجایی که دوتا زل با هم برخورد میکنن میگیم گوشه. خیلی خوبه، مرسی که پرسیدی سوالتو عزیزم. بچه بپرسین سوالاتونو، خیلی خوبه آدم هر جا براش اشکال پیش میاد بپرسه، اینقدر بزرگترم خوشحال میشن جواب سوال شما رو بدن. خب نگاه کن عزیزم، بریم سراغشه. گفتیم که زلش یه دونه ایه، زلش دوتاییه، زلش ستاییه. اگه گفتی زل بعدی چند تاییه؟ آفرین، چهارتاییه. من اینجا یکم کوچولو میکشم مربعمو جا بشه. پس باید زلش چهارتایی باشه. خب بشماریم عزیزم چند تا مربع کوچولو اینجا داریم. 1 2 3 4. ردیف بعدی چند تاست؟ ردیف بعدی چند تا؟ آفرین، شمارش 4 تا 4 تا. اینا پارسال در مورد صحبت کرده بودیم، یادتونه بچه‌ها؟ تو سال دوم ابتدایی شمارش چند تا چند تا؟ خب 4 با 4 میشه 8. یه 4 تای دیگه، 8 و 4، آفرین، 12. خب این دوست گلم میگه که من 12 رو نمیتونم، چجوری شد 8 و 4 شد 12؟ میخواییم بچه دیگه یواش یواش بریم سراغ محاسبات ذهنی. شما دیگه سال سوم، این 8 تا چند تا کم داره برسه به 10 بچه ها؟ 2 تا، آفرین، 2 تا از این 4 تا من برمیدارم میدم به این، این 8 میشه 10، 2 تا دونم اینجا میمونه، 10 به علاوه 2 12. آها 12 تا، 4 تا دیگه اضافه کنم، 12 به علاوه 4 هم که 16. خیلی خوبه، اما بازم میشه از روی تعدادشون الگو رو کشف کرد، یعنی بدون کشیدن شکل. این یه دونه، این 4 تا، این شماره چه چند تا چند تاست بچه ها؟ آفرین، 3 تا 3 تا، 1 2 3، دوباره 1 2 3، 3 و 3 6، 6 و 3 9، این 9 تا. اینو میخواییم اصلا فکر و شکل رو نداریم، میخواییم بدون شکل پیداش کنیم. این چند تا زیاد شده عزیزم؟ آفرین، 3 تا زیاد شده. این چند تا زیاد شده؟ این 5 تا زیاد شده. حالا 3 چی شده؟ شده 5. آها اینم 2 تا زیاد شده. خب حالا این زیاد شدن 5 تایی دوباره باید 2 تا زیاد شه، یعنی چند تا بشه؟ 7 تا، آفرین، 9 به علاوه 7 16، همون عددی که از رو شکل پیدا کردیم. حالا فیلم رو نگه دار عزیزم، خودت جواب بده. خیلی خوبه، بریم سراغ حلش. این چند تا زیاد شده بچه ها؟ یه دونه. این چند تا زیاد شده؟ 2 تا. این چند تا زیاد شده؟ 3 تا. این هم یه الگوی دو پله ایه، نگاه کنی اینا خودشون دارن یکی یکی زیاد میشن بچه ها. پس بعدی باید چند تا زیاد شه؟ آفرین، آفرین، یکی باید به این 3 اضافه کنی، میشه 4 تا. 8 به علاوه 4 هم که دیدیم شد 12. این یکی رو نگاه کن عزیزم، این چند تا زیاد شده؟ آفرین، 2 تا. این چند تا زیاد شده؟ آفرین، 4 تا. 7 چند تا زیاد شده؟ شده 13. یعنی در واقع من میگم 13 منهای 7 چنده؟ ها؟ یا این دوستان میگه من میخوام بشمارم این سخته. باشه عزیزم، میتونیم بگیم 8 9 10 11 12 13 6 تا، این هم قبوله. شاید برای یکی این راحت تر باشه، بخوان منها کنه ببینه چقدر فرق این دوتاست، این هم جوابش میشه 6. آخه بچه ها، آها 6 تا. اینا بچه ها بین زیاد شدناشون چه الگویی وجود داره؟ آفرین، این هم یه الگوی دو پله ایه، اینا هم دارن دوتا زیاد میشن. بله، پس بنابراین دفعه بعد این 6 تا زیاد شدنه باید 2 تا خودش زیاد شه، میشه 8. 13 به علاوه 8، خب 13 به علاوه 8. از هر روشی دوست داری حساب کن عزیزم، همش خوبه، میشه 21.
یکم عزیزم بیم این شمارش چند تا چند تا رو با هم تمرین کنیم. خیلی مهمه، امسال هم باش خیلی کار داریم. البته من میدونم شما از سال گذشته حتما خوب تو ذهنت مونده، خب با هم مرور میکنیم دیگه، بیشتر یادش بگیر. این شمارش چند تا چند تاست؟ آفرین، سه تا سه تاست. یه سه تایی، بعد سه تا دیگه بهش اضافه شده، شده 6 تا. بعد سه تا دیگه به این شکل اضافه شده، شده 9 تا. تازه بچه ها یادتونی تو کتاب پارسال اینا رو بعضی موقع مثلا شمارش چند تا چند تا رو محور نشون میدادیم یا از چوب خط استفاده میکردیم؟ آها، به حال هر جوری که شما دوست داشته باشی، اونم خیلی خوبه، محورم خوبه، چوب خط هم خوبه. خب بیاییم بچه ها سراغ میزه کارمون، یکم با هم ساختمون سازی کنیم. بازم یکم میخوایم شمارش چند تا چند تا رو از پارسال با هم دیگه مرور کنیم. خب یادتونه بچه ها تو کتاب سال دوم ابتدایی این ساختمونایی می ساختیم، چهار طبقه، هر طبقه 4 تا خونه داشت با این چینه ها. این طبقه اول چند تا شد بچه ها؟ 4 تا. طبقه دوم، من یه طبقه دیگه میخوام بهش اضافه کنم، یه طبقه 4 تایی دیگه، 4 و 4 8 تا. هشتا یه طبقه دیگه میخوام بهش اضافه کنم عزیزم، هشت و چهار 12 تا. حالا یه طبقه دیگه، ساختمون سازی هم کار جالبی ها، تا اینجا چند تا بود؟ آفرین، 16 تا. خب عزیزم اصلا بریم یه ساختمون بزرگتر بسازیم، این خیلی کوچولوه. میخوایم ساختمون 6 تا 6 تا بسازیم. تو کتاب پارسال هم داشتیم، یادتون هست بچه ها؟ 6 تا 6 تا میخوایم بریم بالا. طبقه اول 6 تا، طبقه دوم هم خب باید 6 تا باشه دیگه. بچه ها 6 و 6 با هم چند میشن؟ 6 و 6. آفرین، این دوست گلم میگه من جمعای دو قلو رو بلدم. بله، میشه 12 تا. یه 6 تا دیگه، طبقه سوم 18 تا. آها، 12 به علاوه 6 18. یه طبقه دیگه هم میخوایم اضافه بکنیم، 18. 6 تا دیگه قراره بهش اضافه شه عزیزم. آها، چجوری حساب کنیم؟ میتونیم جمع کنیم، میتونیم بشمونیم، میتونیم بگیم 18 19 20 21 22 23 24 ها، یا اینکه جمع بکنیم، اصلا جمعشو بنویسیم 18 به علاوه 6. خب یه مسئله خیلی خوب از کتاب درسی عزیزم بریم با هم دیگه حل بکنیم. خب میگه مغازه‌داری نوعی شکلات را 350 تومان میخرد و 400 تومان میفروشد، اگر 5 شکلات را بفروشد چقدر سود میکنه؟ خب عزیزم مسئله رو که میبینیم اول باید ببینیم مسئله از ما چی خواسته. چی خواسته؟ بگو شما عزیزم. آها، سود، گفته چقدر سود میکنه. آفرین، این یک. چه اطلاعاتی به ما داده؟ الان ما چی میدونیم از این مسئله بچه ها؟ نگاه کنید، آها، نوع شکلات 350 تومان میخرد، 400 تومان میفروشد، اگه 5 تا شکلات بفروشه چقدر سود میکنه؟ خب عزیزم روی هر شکلات این آقای مغازه‌دار چقدر سود میکنه؟ نگاه کنید، 350 تومان میخره، 400 تومان میفروشه. عزیزم چقدر سود میکنه آقای مغازه‌دار؟ آفرین آفرین، یه 50 تومانی سود میکنه آقای مغازه‌دار. این 350 برای اینکه برسه به 400 یه 50 تومانی کم داره. آها، این 5 تا دسته 10 تایی داره، 5 تا دیگه بذاریم روش، این دست 10 تاییاش میشه یه 100 تایی، میرسه به 400. پس این آقای مغازه‌دار با فروختن هر شکلات 50 تومان سود میکنه. خب حالا میتونیم مثل شمارش چند تا چند تا عمل کنیم. یه دونه شکلات بفروشه 50 تومان سود میکنه، دومی رو بفروشه
50 تومن دیگه سود میکنه، سومی رو بفروشه 50 تومن دیگه، چهارمی هم همین جوری، پنجمی هم همین جوری. یه جور الگویابیه دیگه عزیزم، 50 تومن 50 تومن 50 تومن. خب حالا میخوایم ببینیم همه اینا چه جوری شد جمعش. اولش نگاه کن عزیزم، میتونی بگی 50 و 50، اول 50 تومن سود میکنه، دفعه دوم محل بعدی با فروش بعدی 50 و 50 با هم چه چقدر؟ 5 تا 10 تایی، 5 تا 10 تایی، 10 تا 10 تایی که میشه آفرین 100 تایی. حالا 100 تایی با 50 تایی میشه 150 تا عزیزم. خب 150 تا با 50 تای دیگه، اون دو دوباره اون 5 تا 10 تایی هم کنار هم میشن 100 تایی. آها میشن 2 تا 100 تایی 200 تا، با یکی 250 تا. یا شاید دوست داشته باشی بگی این دو تا با هم 100، این دو تا هم با هم 100، 2 تا 100 200 و یه دونه 50 250. حالا میگه چند شکلات بفروشد تا بتواند با سود آن یک شکلات برای خودش بخره. این آقای مغازدار شکلات خودش چند میخره بچه ها؟ 350 تومن. پس 50 تومن 50 تومن 50 تومن 50 تومن باید انقدر بریم جلو برسیم به 350. خب ما 5 تاشو که رفتیم، یکم میخوایم تنبلی کنیم، از اینجا به بعد میخوایم بریم جلو. خب تا 5 تاش میشه 250 تومن. همین الگو رو میخوام ادامه بدم. این 5 تا شکلات پس بچه ها. خب یه شکلات دیگه بفروشه 50 تومن به این اضافه چی میشه؟ 300 تومن. سودشو داریم حساب میکنیم دیگه، هی داره به اضافه 50 میشه. این ششمین شکلات بود. هفتمین شکلات رو بفروشه، آها میشه 350 تومن. بله این آقای مغازه‌دار اگه 7 شکلات بفروشه میتونه یه دونه شکلات بر خودش برداره بخوره. اون دوست گلم یه سوالی داره، آها میگه شکلات که 400 تومن قیمتش. عزیزم 400 تومن قیمت فروششه، خود آقای مغازه‌دار 350 تومن میخردش. اینم یه تمرین خوب از کتاب درسی عزیزم. میگه یه ساختمون 5 طبقه ساخته شده است. خب خوب گوش بده عزیزم، بعد بفهمیم مسئله از ما چی خواسته، چه اطلاعاتی به ما داده، بعدش هم حالا ما روشمون رو انتخاب کنیم دیگه. یه ساختمون 5 طبقه ساخته شده است، بالاترین طبقه 2 واحد دارد و هر واحد 3 اتاق خواب دارد. هر یک طبقه که پایین می رویم 2 واحد به تعداد واحدهای بالا اضافه می شود. تا اینجا مسئله از ما چیزی نپرسیده عزیزم، ولی ما بیایم اطلاعاتی که مسئله ما داده رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب آفرین، شما بگو یه دونه از اطلاعات مسئله رو. آها شما میگه ساختمون 5 طبقه است. شما بگو دوست گلم. آفرین، میگه هر واحد 3 اتاق خواب. دیگه چی مونده بچه ها نگفتیم؟ آها هر طبقه که پایین می رویم 2 واحد اضافه میشه. یعنی اگه اینجا 2 واحده، اینجا 2 به علاوه 2 4 واحده. خب ما باید ببینیم این 2 واحدیه اول چجوری اتاق خوابش. آها میگه بالاترین طبقه چند اتاق خواب داره؟ همین 2 واحدیه. عزیزم نگاه کن اطلاعات مسئله رو که داری، اینا هر کدوم از اینا چند تا اتاق خواب دارن؟ آفرین، هر کدوم 3 تا، 3 به علاوه 3 6. پس هر دو تا واحد 6 تا اتاق خواب دارن عزیزم. میگه پایین ترین طبقه چند تا اتاق خواب داره. الان اینجا ما باید بریم یه روش انتخاب کنیم. الان میدونیم که سوال از ما چی خواسته، پایین ترین طبقه چند تا اتاق خواب داره. این سوال اطلاعات مسئله چی بود؟ ما متوجه شدیم که هر دو تا واحد کنار هم با توجه اطلاعات مسئله دیگه 6 تا اتاق خواب داره، بعدش هم هر طبقه که اضافه میشیم 2 تا واحد اضافه میشه، یعنی یه 6 تای دیگه اضافه میشه. خب حالا میخوایم ببینیم که پایین ترین طبقه اینجا، یعنی توی این ساختمون اونم گفته 5 طبقه است، یعنی از اینجا بیایم پایین 1 2 3 4 بار بیایم پایین از طبقه آخر. میخوایم ببینیم اینجا چند تا اتاق خواب وجود داره، چه روشی رو بچه ها پیشنهاد میکنی؟ آفرین آفرین، شمارش چند تا چند تا، یا همون الگویابیه دیگه عزیزم، یا الگویی داره تکرار میشه. ما میخواییم حل درسمون هم حل مسئله به روش الگویابی بود، این الگو رو داریم تکرار میکنی. آها عزیزم نگاه کن، اول 6 تاست، بعد 6 تا دیگه بهش اضافه میشه. یادتونه با هم دیگه شمردیم تو
تو ساختمونا شد 12 تا، بعدش 6 تا دیگه اضافه میشه 18 تا، بعدش تا اینجا طبقه سوم هستیم عزیزم، حتی از بالا داریم میایم پایینا، یاکو 2 3، بعدش یه طبقه دیگه بیایم پایین 6 تا دیگه اضافه میشه 24 تا، بعدش یه طبقه بیایم پایین پایین 6 تا دیگه به این اضافه بشه 30 تا. بله، پس 6 تا 6 تا الگومون 6 تا 6 تا جلو رفتن بود عزیزم. اون مسئله شکلات هم یه جور الگویابی بود، 50 تومن سودا میرفت جلو، ما الگو کشف کرده بودیم دیگه که برسیم به 350 تومن. عزیزم بریم سراغ قسمت جیم، چه الگویی بین تعداد واحد ها در طبقات وجود داره؟ میخوام این مسیر الگویابی که با هم رفتیم دوباره بررسی کنیم. هر طبقه گفته 2 واحد اضافه میشه، یعنی شمارش تعداد واحد ها 2 تا 2 تاست، 2 4 6 8 10. آها، یعنی تو این طبقه پایین 10 تا واحد وجود داره. قسمت دال، چه الگویی بین تعداد اتاق خواب های طبقات وجود داره؟ خب اینی که ما قبلا کشف کرده بودیم 6 تا 6 تا زیاد میشه. خسته نباشی عزیز دلم، مرسی که اینقدر با توجه درس رو گوش دادی. خب امیدوارم که خیلی خیلی خوب مطالب رو یاد گرفته باشی، اگه هم نیاز شد دوباره فیلم رو ببین، این خیلی کار خوبیه.